سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خوش اومدید. در این برنامه به افشاگری و سخنان عجیب و بی‌پرده ستار، خواننده لس‌آنجلسی، در مورد داریوش اقبالی می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. آقای عبدالحسن ستارپور، مشهور به ستار، متولد 28 آبان 1328 در تهران، خواننده موسیقی سنتی و پاپ ایرانیه که همکنون مقیم لس آنجلسه. ستار با نام اصلی عبدالحسن در سال 28 متولد شده و ایشون 3 برادر و 2 خواهر داره. دوران کودکی و نوجوانیشو در محله شهبازه تهران گذرونده. ستار تحصیلاتش رو در دبستان و دبیرستان اقبال به اتمام رسوند و مدرک کارشناسی رو در رشته اقتصاد سیاسی بین المللی از دانشگاه علامه طباطبایی گرفت و به زمینه‌های مختلف هنری، ورزش، به خصوص فوتبال علاقه‌مند بود و در تیم‌های مختلف فوتبال هم بازی کرده. حتی بعدها در جوانی و میانسالی هم علاقه‌مند و پیگیر فوتبال بوده و هست و کاپیتان تیم فوتبال هنرمندان هم شد. هوش و استعداد زیاد ستار و مهارت او در موسیقی سنتی و پاپ ایرانی بهش کمک کرد تا به یکی از محبوب ترین چهره‌های موسیقی ایران تبدیل بشه. محبوبیت ستار در سن 22 سالگی با خوندن ترانه خانه به دوش که بر اساس سریال خانه به دوش یا همون مراد برقی به کارگردانی و بازیگری پرویز کاردان بود شروع شد. بعدها ستار ترانه های زیادی رو در برنامه های رادیو و تلویزیون اجرا کرد و جز خوانندگان شاهنشاهی پهلوی شد. ستار، گوگوش، هایده و مهستی از جمله نخستین خوانندگانی بودند که قبل از انقلاب 57 به طور رسمی از سوی دولت پادشاهی برای اجرای برنامه به کشورهای دیگه فرستاده می شدن. بعد از اون خانم حمیرا هم به جمع اونها پیوست. در طول تمام مدت انقلاب و تا الان ستار تنها خواننده ایرانیه که هنوز به دربار و جشنای رسمی دولت‌های دیگه هم دعوت میشه. ستار اولین خواننده ایرانی بود که با خوانندگان کشورهای دیگه در یه سالن برنامه مشترک اجرا میکرد که از مهمترین این برنامه ها میشه به کنسرت ستار با گروه بانی ام در دهه 80 و شهر لندن اشاره کرد. از فعالیت‌های بین‌المللی ایشون ضبط یه آلبوم با خواننده اسرائیلی ایدان رایخل بود. ماجرای عشق جنجالی ستار و دختر محمد رضا شاه. شایعات و حرفای بسیار زیادی در مورد عشق آتشین و جنجالی ستار و فرهناز پهلوی در رسانه‌ها و مطبوعات و حالا در فضای مجازی مطالعه می‌کنیم. خود ستار هیچ وقت در این باره به وضوح صحبت نکرد، اما اطرافیان اونها از رابطه دورادور و عشقی که هر دو در قلبشون سالها نگه داشتن میگفتن. حتی فرهناز پهلوی موقع مهاجرت از ایران تنها چیزی که با عشق و علاقه با خودش برده پوسترهای عکس ستار بوده که در اتاقش زده بود. حتی حرفایی هم در مورد خواستگاری ستار از فرهناز پهلوی و مخالفت سفت و سخت شاه و شهبانو شنیده شده، اما در مورد هیچ کدومشون سند و مدرک درست و حسابی نداریم. اما جدیداً صدای منتسب به آقای ستار در فضای مجازی منتشر شده که حرفای جنجالی رو نسبت به داریوش اقبالی، دیگر خواننده لس آنجلسی و دیگر خوانندگان مشهور خارج نشین بیان میکنه. او گفته ایشون کسی بود که توی همون رژیم گذشته داریوش شد، معروف شد و شد کسی که الان هست. حالا ایشون ترانه بوی گندم رو میخوند، بعد که انقلاب شد بدو بدو اومد لس آنجلس و خوند وطن اینجا کسی فکر کسی نیست، اگه از گشنگی الان بمیری برای بردن نشد یکی نیست. چطور این آقا الان صداش در نمیاد؟ مگه نمیبینی مملکت تو چه وضعیتیه؟ الان همشون دیگه سیاسی نیستن. اگه بهشون بگی با وضعیت ایران حرفی بزنید، حمایتی بکنید، میگن ما دیگه سیاسی نیستیم. سیاسی فقط اون زمانی بودید که مملکت رو نابود بکنید. این آقا الکی میگه من ترک کردم و دنبال آینه در آینم. یه سری قرص ترک اعتیاد داره خودتو من میفروشه به مردم بیچاره. اینا فقط دنبال پولن. آقای ایکس و خانم ایگرگ، اینا همشون با جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. اون وقتی که کنسرت ها اومد با اینا قرار داد بس، یکیشون زنگ نزد به من که بیا اجرا کن. چرا؟ برای اینکه میدونن بنده مخالف این حکومتم، واسه همینم هیچ وقت نیومدن سراغ من.
این مصاحبه صوتی در برنامه هفتگی و توسط امید دانا با ستار انجام شد، اما به دلیل کپی رایت در کانال یوتیوب باید بدونیم امکان استفاده از این صدا وجود نداره. همچنین به دلیل تصویری نبودن این فایل صوتی، کانال باید بدانیم نمیتونه صحت و صغم اون رو 100% تایید یا تکذیب کنه. آقای ستار بعد از خروجش از ایران به موسیقی ها با ریتمای آرام روی آورد. همکاری ایشون با آهنگساز سرشناس ایرانی باعث تولید آثار متفاوتی مثل سپید و سیاه، عروسی، آشتی و گلناز و همچنین دو آلبوم با نام های گلایه و گلبانو که آلبوم های سال ایشون شده. آخرین آلبوم ایشون 40 سال خاطره نام داره. ستار همچنین آهنگ سیاسی هم زیاد داره که نمونه های برجسته اون گل پونه مردم و رفراندومه که همه اونها رو به همراه شیفته و حسن شمایزاده خونده. ستار در دوران فعالیت هنری خودش با ترانه سرایانی مثل ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهیار قنبری و زویا زاکاریان و تعداد زیادی دیگه ای از هنرمندان ایرانی همکاری کرده. آقای ستار خودش در توصیف زندگی نامش گفته بعد از دبیرستان در پادگان کرج و هتل وحدت و بعد از اون در مشهد به عنوان سپاه دانش دوران خدمت سربازیمو گذروندم. بعد از اون هم مدتی به عنوان کارمند در بیمه اجتماعی کار میکردم. اون زمان هر جایی که با دوستا جمع می شدیم در محلهای تفریحی سر فوتبال یا محل کارمون دوستان و بچه ها از من می خواستن که براشون بخونم. توی مدرسه هم برای برنامه‌های هفتگی و جشنهای مدرسه همیشه از من دعوت می شد تا بخونم. اینجوری شد که به پیشنهاد یکی از دوستانم پیش آقای بابک بیات رفتیم. اون صدای منو شنید و خوشش اومد. 1500 تومان از من گرفت یا آهنگ و ترانه بهم داد تا بخونم. از اون به بعد مرتب برای تمرین به استودیو کاسپیان می رفتیم. توی همین رفت و آمدها به استودیوی بابک بیات که کار دوبله سریال خانه به دوش هم توی اون استودیو انجام می شد با پرویز کاردان کارگردان سریال آشنا شدیم. پیشنهاد خوندن آهنگ داخل سریال با معرفی آقای بیات به من سپرده شد و من اولین بار در سال 52 به صورت حرفه‌ای و با خوندن آهنگ این سریال شروع کردم. آهنگ همسفر ایشون به صورت تصادفی به گوش فرح پهلوی رسید. ایشون اونقدر از این آهنگ خوشش اومد که دستور پخش سریع اون رو از رادیو داد که همین قضیه باعث شد که صدای ستار با آهنگ همسفر در بین مردم اون زمان که همگی شنونده رادیو بودن با استقبال زیادی مواجه شد. ایشون در مورد مهاجرتش گفت یک ماه قبل از انقلاب اسلامی با برادرم و خانمش و فرزندش که مریض بود به قصد درمان فرزند اونها به امریکا اومدم، ولی من موندگار شدم و اونها به ایران برگشتن. من در کاباره شکوفه شروع به کار کردم و همونجا موندم. 40 سال پیش با همسرم مهناز آشنا شدیم و زندگیمون رو شروع کردیم. ایشون در مورد نحوه آشنایی با همسرش گفته شبی بعد از پایان کنسرت طرفدارانم دورم جمع شدن و ازم خواستن که باهاشون عکس بگیرم. بعد از اون که خانم تنها هم گفت میشه با منم عکس بگیرید، منم گفتم مگه میشه با خوشگل عکس نگیرم. اونم گفت شما که موقع خوندن همه چشماتون بسته بود، چجوری منو دیدین؟ من گفتم من خوشگلا رو با چشم بسته هم میبینم. و این شد شروع آشنایی ما که بعد از 2 سال با هم ازدواج کردیم. همسرم از شوهر اولش جدا شده بود. اون از ازدواج اولش 2 تا دختر 5 و 8 ساله داشت که 6 ماه بعد از ازدواج ما اونها هم به ما ملحق شدن. الان هم از زندگی مشترکمون یه دختر 34 ساله داریم که روانشناس و در سان فرانسیسکو زندگی میکنه. دختر بزرگ خانمم هم ازدواج کرده و ما یه نوه 15 ساله داریم که هنرپیشه و مدل لباس و خیلی دوست داره خواننده بشه. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.